ارائه گزارش احمد شهید گزارشگر ویژه ملل متحد به کمیته سوم مجمع عمومی. نگرانی از موج اعدام و سرکوب در ایران. وندی شرمن معاون وزارت خارجه آمریکا: جنگلی از بی‌اعتمادی میان غرب و رژیم ایران وجود دارد. یک دیپلمات: توافق با رژیم ایران قبل از ضرب العجل 24 نوامبر به شدت بعید است. اجلاس 40 کشور در آلمان برای بررسی کمک به پناهندگان سوری. تلویزیون العربیه میگوید خوشبینی نسبت به حسن روحانی با اقداماتی چون اسید پاشی به زنان و اعدام کسانی چون ریحانه جباری از بین رفته است. الوعود الایرانیه الباعثه علی التفاؤل بما تحویلگیری پیکر بیجان ریحانه جباری که به خاطر کشتن یک افسر اطلاعات رژیم ایران اعدام شد با موج وسیعی از اعتراضات بین‌المللی همراه شد. ریحانه برای دفاع از خود در برابر تعدی یک افسر اطلاعاتی را به قتل رسانده بود. در حالی که این موج وسیع اعتراضی ادامه داشت، رژیم ایران تعدادی از مخالفان خشونت علیه زنان ایرانی را دستگیر کرد. وعده‌های رژیم ایران در مورد اینکه عوامل اسید پاش را تحت پیگرد جدی قرار می‌دهد، با دستگیری تعدادی از تظاهر کنندگان علیه اسید پاشی در تهران پوچ از آب در آمد. حادثه جدید به حوادث گذشته اضافه شد و به همگان نشان داد که رژیم ایران توان تأمین امنیت زنان را ندارد. داستان از آنجا شروع شد که چند موتور سوار بر سر و روی تعدادی زن ایرانی در اصفهان اسید پاشیدند و رژیم ایران را با موج وسیعی از محکومیت روبرو کردند. در صفحات فیسبوک عوامل رژیم ایران به توجیه این اقدام پرداختند و نوشتند به خاطر بی‌حجابی بوده است. در ایران قربانی بیش از جنایتکار تحت پیگرد قرار می‌گیرد. مقام‌های رژیم ایران کسانی را دستگیر کردند که علیه این اعمال اعتراض کردند. همزمان با این موضوع، اعدام ریحانه جباری نیز بر موج محکومیت بین‌المللی رژیم ایران افزود. چنین حوادثی باعث می‌شود حقوق زنان در ایران بیش از پیش نقض شود. بسیاری انتظار داشتند فضای ایران بعد از انتخاب حسن روحانی باز شود، اما رویدادهای پی در پی کنونی این خوشبینی را از بین برد. در حال حاضر بیش از گذشته حقوق زن ایرانی نقض می‌شود. بعد انتخاب الرئيس حسن روحاني. هناك 27 مركزا لتجميع اوراق الاقتراع. نقطه عطفی در تاریخ مردم تونس این تفسیری است که از انتخابات پارلمانی تونس می شود. در انتخاباتی که نیروهای معتقد به جدای دین از دولت توانستند بیشترین کرسی ها را از آن خود کنند. بنا به اعلام کمیساریای عالی انتخابات در تونس، حزب ندای تونس نزدیک به 80 کرسی از 217 کرسی پارلمان را از آن خود کرد. این اولین انتخابات آزاد پارلمانی بعد از سرنگونی رژیم بن علی در سال 2011 است. در این انتخابات استقبال عمومی خوب بود و بیش از 60% از واجدان شرایط رأی دادند. رأی دهندگان خواهان مبارزه با تروریسم و خروج کشور از بحران اقتصادی بودند. روند شمارش آرا با حضور تمامی کسانی که علاقمند بودند ناظر شمارش باشند، به ویژه اعضای لیست‌های انتخاباتی و نمایندگان احزاب و جریان‌های سیاسی صورت گرفت. وزارت کشور تونس اعلام کرد توانسته است از فضای دموکراتیک انتخابات حفاظت کند و هیچ گونه چالش امنیتی جدی وجود نداشته است. یک مقام وزارت کشور: از تمامی مراکز انتخاباتی در سراسر تونس حفاظت به عمل آمد. شاید این را به توان یک موفقیت بزرگ برای نهاد امنیتی و نظامی کشور دانست. وزارت کشور تونس گفت که 100 هزار نیروی امنیتی را در مراکز انتخاباتی و سایر مراکز مهم مستقر کرده بود تا در روز انتخابات امنیت شهروندان که در صف‌های طولانی ایستاده بودند تأمین شود. دو حزب رقیبی که در این انتخابات شرکت عمده داشتند، حزب ندای تونس و حزب النهضه بودند که به روند دموکراتیک پایبند بودند.
در حالی که بعد از انقلابات بهار عربی بنیادگرایی سرنوشت بسیاری از آنها را تهدید می‌کند و برخی کشورهای درگیر را در جنگ و کشتار فرو برده است، مردم آگاه تونس با شرکت فعال خود در انتخابات و انتخاب تاریخ خود به بنیادگرایی افراطی نگفتند. او في توفير اجواء مريحه قلما تتوفر في ديمقراطيات ناشئه في منطقه تشهد بحر. ۲۵ بانک اروپایی توانایی رویارویی با شرایط اضطراری را ندارند. 25 بانک بزرگ فعال در کشورهای عضو اتحادیه اروپا در یک عملیات آزمایشی مواجهه با شرایط اضطراری پولی و مالی شکست خوردند. بانک مرکزی اروپا اعلام کرد کمیته 6 نفره وضعیت 130 بانک را در شرایط غیرعادی فرضی بررسی کرده است. 24 بانک حوزه پولی یورو و بانک لوئیس بریتانیا توانایی پولی و سرمایه‌ای پاسخ به وضعیت بحرانی را نداشتند. این بانک‌ها در مجموع باید معادل 25 میلیارد یورو به سرمایه‌هایشان بیفزایند. این مانور بانکی با توجه به سرمایه‌های سال گذشته مؤسسات پولی و مالی صورت گرفته است. این در حالی است که از 25 بانکی که شرایط مواجهه با این آزمایش را نداشتند، 12 بانک پیشاپیش نسبت به افزایش میزان سرمایه‌هایشان اقدام کردند. بر اساس گزارش بانک مرکزی اروپا، مؤسسه پولی و مالی ایتالیایی مونت پاسکی دی سینا آسیب پذیرترین بانک حاضر در این آزمایش بوده است. به علاوه بنا به اطلاعات همین گزارش، 6 بانک از یونان و قبرس، 2 بانک بلژیکی و 2 بانک اسلوونیایی و بانک‌هایی از فرانسه، آلمان، ایرلند و پرتغال توانایی پاسخگویی مالی به شرایط بحرانی را ندارند. And other companies linked to the bust conglomerate with holdings in banks, hotels, and حالا به سراغ تحولات یمن می رویم و نگاهی داریم به مخالفت هایی که علیه مزدوران رژیم ایران در این کشور گسترش یافته است. درگیری ها در یمن ادامه دارد. این درگیری ها به دلیل تحریکات و جنگ افروزی گروه حوثی است که توسط رژیم ایران حمایت مالی و تسلیحاتی می شود. در آخرین درگیری ها در شمال شهر ردا ده ها تن کشته و مجروح شدند. حوثی ها خانه شیخ عبدالرؤوف ذهب، یکی از شیوخ قبایل قیفارا منفجر کردند. متقابلا مردان قبیله قیفا در کمین های مختلفی که برای نیروهای حوثی گذاشتند چندین خودروی نظامی آنان را منهدم کردند. تظاهرات و اعتراضات علیه تجاوز حوثی ها به مناطق هدیده و اب و البیضا رو به گسترش است. درگیری ها بین حوثی ها و قبایل البیضا شدت یافته است. منابع محلی در هدیده گفتند وجود افراد حوثی در میدان التهامی باعث خشم مردم شده است. رئیس جمهور یمن عبد رب منصور هادی حوثی ها را فرا خواند تا افراد مسلح خود از همه استان ها را بیرون بکشد. او بر خروج این نیروها از پایتخت یمن یعنی صنعا تاکید کرد. رئیس جمهور یمن حوثی‌ها را متهم کرد که عمدن در تلاشند دولت را تضعیف کرده و مؤسسات دولتی و شرکت‌های نفتی را اشغال کنند. دولت یمن در مبارزه با گروه حوثی که رژیم ایران آن را معادل حزب و شیطان لبنان می‌داند، نه تنها از حمایت اغلب مردم یمن برخوردار است، بلکه حمایت کشورهای خلیج فارس و شورای امنیت و سازمان ملل متحد را داراست. مردم بوداپست در مجارستان علیه مالیات بر اینترنت تظاهرات کردند. تظاهرات مسالمت‌آمیز معترضان به وضع مالیات برای استفاده از اینترنت در مجارستان به خشونت کشیده شد. شهروندان معترض با تجمع در برابر ساختمان وزارت اقتصاد در بوداپست علیه دولت شعار سر دادند. معترضان که برای عقب‌گرد دولت از تصمیمش در حول 48 ساعت تعیین کردند، پس از آن به سمت ساختمان حزب حاکم فیز به راه افتادند. در آنجا تعدادی از تماشاگران مسابقه فوتبالی که در نقطه دیگری برگزار شده بود نیز به آنها پیوستند و جمع کم کم با پرتاب ابزار کامپیوتری به شیشه‌های ساختمان حزب فیز رنگ و بوی دیگری گرفت. یک زن معترض می‌گوید
اعتراض فقط به مالیات اینترنت نیست. دولت خسته امان کرده است. یکی از برگزار کنندگان تظاهرات میگوید نمی شود اجازه داد از دنیا جدای امان کنند. این مالیات در واقع مجارستان را از دنیا جدا کرده و توسعه فنی و هزاران شغل و کل اقتصاد را به خطر بیاندازد. تلاش برگزار کنندگان تظاهرات برای آرام کردن افراد خشمگین نتیجه نداد و سرانجام به درگیری با پلیس و محاصره ساختمان منجر شد. این بزرگترین تظاهرات علیه حکومت مجارستان در سالهای اخیر بود. اقتصاد روسیه در سراشیبی سقوط شتاب بیشتری گرفته است. سقوط ارزش روبل واحد پولی روسیه در برابر دلار آمریکا و یورو ادامه دارد. امریکا سران بانک مرکزی این کشور را برای حمایت از واحد پولی خود به واکنش واداشته است. این بانک 11 میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور را به حمایت از ارزش روبل اختصاص داده است. با اعمال تحریم‌های اقتصادی کشورهای غربی علیه روسیه بر سر بحران اوکراین، ارزش روبل در برابر دلار آمریکا از 33 روبل در ازای هر دلار در ماه ژانویه به رقم 41 روبل در ماه اکتبر رسیده است. بدین ترتیب از ماه ژانویه سال جاری ارزش روبل در برابر دلار افت 28% به خود دیده است. یک کارشناس امور مالی و اقتصادی می‌گوید خطر اعمال چنین سیاستی این است که ممکن است نرخ برابری روبل به جایی برسد که مردم برای تبدیل پسنداز روبل خود به پول خارجی و حتی دلار اقدام کنند. بدین ترتیب توقف این روند بسیار مشکل خواهد بود. علاوه بر اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه، تنزل قیمت نفت نیز از دیگر عوامل سقوط ارزش روبل معرفی می‌شود. محققان میگویند مردم دانمارک شادترین مردم دنیا هستند. برخی علت این امر را ناشی از عوامل ژنتیکی میدانند و برخی دیگر میزان خدمات رفاهی دولت را عامل این امر میدانند. دانمارک usually comes top of the list of the world's happiest nations. طبق نظرسنجی ها وقتی صحبت از میزان رضایت از زندگی در کشورهای مختلف دنیا باشد، دانمارک پیشتاز است. پژوهشگران در انگلستان میگویند دلیل این وضعیت را یافتند. ژن های دانمارکی ها به ویژه ژنی که میزان سروتونین در خون را پایین نگه می‌دارد در بین مردم دانمارک کمیاب است. طبق تحقیقات این پژوهشگران، ژن یا دی ان ای عامل مهمی در میزان شادی است. یک پژوهشگر: هرچه از نظر ژنتیک از دانمارکی ها دورتر می شوید، میزان احساس شادی کاهش می یابد. هرچه از دانمارک دورتر می شوید، غم هم بیشتر می شود. خدمات رفاهی دولت در دانمارک بسیار سخاوتمندانه است. اقتصاددان ها می گویند در بررسی هایشان اثر عوامل دیگر نظیر تولید ناخالص ملی، فرهنگ و مذهب را هم در نظر گرفتند. یک پژوهشگر می گوید مشکل اصلی این است که درباره ژن مورد نظر یا شادی و افسردگی توافق نظر وجود ندارد. پژوهش‌ها در این زمینه همچنان باید ادامه داشته باشد. برندگان جوایز هشتگانه آستوریاس در سال 2014 که قبلاً و در طول امسال انتخاب و معرفی شده بودند، روز 24 اکتبر جوایز خود را دریافت کردند. جوایز آستوریاس در رشته‌های هنر، علوم اجتماعی، ارتباطات و علوم انسانی، ادبیات، همکاری‌های بین‌المللی، پژوهش‌های علمی و فنی و ورزش و افراد یا نهادهایی که در رشته مربوطه فعالیت‌های برجسته‌ای داشتند تعلق گرفت. یکی از سخنرانان این مراسم، جان وان ویلی‌لندی، برنده جایزه آستوریاس در رشته ادبیات بود. او در این سخنرانی بر اهمیت جمله در هنر نویسندگی و در زندگی انسان تاکید کرد و گفت مهمترین اختراع بشر جمله است. تمدن‌های بزرگی وجود داشتند که هنوز با مفهوم چرخ آشنا نبودند، اما ناگزیر بودند که جمله را داشته باشند، زیرا بدون آن نه بزرگ بودند و نه متمدن.
با جمله است که ما فکر میکنیم، تفکر و گمان زنی میکنیم و نیز محاسبه و تخیل میکنیم. با جمله است که ما اظهار عشق یا اعلام جنگ و یا ادای سوگند میکنیم. و سرانجام این که با جمله است که ما خود را بیان میکنیم. جایزه آستوریوس سال 2014 در بخش هنر به فرانک گری، معمار کانادایی آمریکایی، و جایزه کنکور به کادی آتزوبا تعلق گرفت. از جمله آثار گری که 85 سال است، طراحی موزه گوگنهایم در اسپانیا و سالن کنسرت والت دیزنی در لس آنجلس و گالری هنر در تورنتو است. She has been a tireless activist, especially for those children. میلیون ها پناهجوی سوریه نیاز به کمک فوری جامعه بین المللی دارند. اجلاسی در برلین برای این منظور تشکیل شده است. آلمان میزبان اجلاسی با حضور 40 کشور و سازمان بین المللی برای بررسی چگونگی کمک رسانی به پناهندگان سوری است. لبنان پذیرای بیش از 1 میلیون پناهنده سوری است، رقمی که معادل 1/4 جمعیت این کشور است. تمام سلام، نخست وزیر لبنان به همراه آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان پیش از برگزاری این کنفرانس بر اهمیت کمک به لبنان تاکید کرد. تمام سلام گفت: به نظر ما مسئله پناهندگان یکی از مهمترین و خطرناکترین چالش های امروز لبنان است. آنگلا مرکل هم با اشاره به شمار بالای پناهجویان سوری در لبنان گفت: آلمان مایل است حمایت خود را از لبنان در مواجهه با مشکلات نشان دهد. سخت‌ترین چالش این کشور شرایط بحرانی سوریه است که شمار زیادی از پناهندگان را به خاک لبنان رانده است. وزیران خارجه فرانسه و آلمان در سفر مشترک خود به نیجریه از تلاش‌های این کشور برای مبارزه با بیماری ایبولا و گروه بنیادگرای بوکو حرام حمایت کردند. در یک کنفرانس خبری که با شرکت لوران فابیوس، فرانک والتر اشتاین‌مایر و امین والی وزیر خارجه نیجریه برگزار شد، مواضع این کشورها در مورد بوکو حرام تشریح شد. وزیر خارجه نیجریه گفت: ما تلاش خود را برای آزادی دختران ربوده شده ادامه می دهیم. لوران فابیوس نیز گفت: ما از نیجریه در مبارزه با تروریسم حمایت می کنیم، مبارزه‌ای که نه تنها برای نیجریه بلکه برای تمام منطقه سرنوشت ساز است. در هفته 11 رقابت‌های لو شامپیونه لیگ یک فرانسه، پاریس سن ژرمن در خانه خود میزبان بوردو بود و با 3 گل حریفش را راهی خانه کرد. لوکاس مورای برزیلی در وقت تلف شده نیمه نخست و دقیقه 49 نیمه دوم دوبار از روی نقطه پنالتی گلزنی کرد. در 10 دقیقه پایانی هم لاوتسی آرژانتینی پاریس را 3 گله کرد تا سن ژرمن های میلیونر با 21 امتیاز رتبه دوم جدول را از آن خود کنند. لاهوتی عضو مجلس ارتجاع. همین کشور فرانسه 3 هفته قبل ما را جزو کشورهای ناامن قرار داد و به مردم کشور خودش توصیه کرد: اگر میخواهید به ایران سفر کنید باید حتما از وزارت خارجه اجازه بگیرید. خودمان به این جرمها و دشمنیها علیه نظام دامن نزنیم.